یکی دیگر از اتهامات هم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده که به نظرم جای دفاع دارد. من قصدی برای تشکیل حزب یا گروه برای جرائم علیه امنیت کشور نداشتم. آخرین دادگاه مدیر و مؤسس آمد نیوز از روح الله زم حالا چه چیز بیشتر می دانیم؟ این سوالمان از دو مهمان 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، حل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، حکم اعدام برای جاسوسی از قاسم سلیمانی. قوه قضاییه میگوید محمود موسوی مجد برای سیا و موساد کار میکرده. پیشبینی بانک جهانی از پیامدهای رکود کرونا. نرخ رشد اقتصاد ایران امسال به منفی 5.3% سقوط میکند. اخبار میگه خونه بشین، تفلکی کوچه نشین، یکی شب میگیره هموم شیر، یکی لنگ همون یه دونه شیر، پدر مادر و یکی یکی میرن. و دنیا، عنوان موزیک ویدیوی جدیدی از حسین توهی و وصف حال این روزهای همه ما. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. از بازداشتی پر سر و صدا تا دادگاه‌های قابل پیش بینی، روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که بر اساس بعضی گزارش‌ها مهر ماه پارسال در عراق بازداشت و به ایران مسترد شد. نزدیکانش هم میگویند او را ربودند. بازداشتش برای سپاه فرصتی تبلیغاتی بود تا بگوید با عملیاتی حرفه‌ای و چند وجهی روح الله زم را دستگیر کرده. اما برخلاف آنچه گفته میشد، دادگاه‌های زم نه داستانی جاسوسی و جنایی، بلکه قصه ای تکراری بود از یک قاضی که متهم می‌کرد و متهمی که می‌گفت پشیمان است. آیا روح الله زم بیش از اندازه بزرگ شد و نه در آغاز کارش و نه در پایان دادگاهش چیزی برای افشا کردن نداشت، یا در بازجویی‌ها و دفاعیاتش در دادگاه اسم‌هایی را آورده که ممکن است بعداً علیه آنها استفاده شود؟ روزنامه‌نگار، جاسوس یا مهره وزارت اطلاعات، یا هیچ کدام؟ شش جلسه دادگاه و پاسخ او به 17 اتهامش ما را به کدام جواب نزدیک تر می کند؟ به این موضوع می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی. پایان محاکمه روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز. کیفرخواستی با 17 بند، از جمله جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، افساد فلارض، همکاری با آمریکا علیه حاکمیت در ایران، نشر اکاذیب و توهین به رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی. آقای روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دادگاهی که بخشی از آن به صورت تختی شده در رسانه‌ها منتشر شد. بیشتر سوالات قاضی و دادستان بر پایه مکالمات خصوصی متهم و آنچه اعترافات او خوانده شد. به حمایت مالی نیاز داریم. تظاهرات هایی که راه میندازیم بعدش واقعا نیروی نداریم برای کارها کمکمون کنن. لابی بکن لطفاً. این تو مقطعی بوده که من اعتقاد داشتم به براندازی. تایید میکنید با سرویس جاسوسی ارتباط داشتید؟ یکی دیگه از پیام هایی که ایشون و برای آقای مراد ارسال کرده اسامی تعدادی از افرادی بوده که به زعم ایشون تحریم ها رو دور می زدند. شما میگید که معاونت گسترده در احراق و تخریب نداشته اید؟ بعضی از عباراتو که قبول دارم اشتباه کردیم. روح الله فقط به من اعتماد دارد. الان پلیس فرانسه به او اسلحه داده. چی بگم؟ اعترافاتی که خود آقای زم میگوید بخشی از اون را قبول ندارد. شما گفتید اینها رو من خودم گفتم. بله، اصلاً کردم. یک سری از مواردی که بازپرسم رفتارش با من رفتار خوبی بود. بله، واقعا رفتارش خوب بود و کاملا شرعی و انسانی بود. و در یک مورد سخنان یک شاهد. بله، به دستور آقای روح الله زم و قرار بود که برای هر پایلوت، یعنی به اون برای تست، یه پایگاه کوچیک سپاه رو بزنیم که مشخص نبود چه پایگاهی بود. 500,000 دلار. و همینطور اتهام اعلام زمان و مکان تردد فرماندهان سپاه به ویژه قاسم سلیمانی در کشورهای منطقه. فرمانده سپاه قدس، خبر جابجاییش این کار خبرنگاری محسوب میشه؟ نمیدونم چی محسوب.
هرچی میرسید هستم منتشر میکرد. دیر فهمیده بود که سرانجامش چنین است. ایران با انتشار این تصاویر در مهر ماه 98 خبر از بازداشت روح الله زم داد. خبری غیر منتظره از آنجایی که آقای زم در فرانسه اقامت داشت. زمان و مکان دستگیری او اعلام نشد، اما به گفته یک منبع آگاه در دولت عراق، آقای زم در سفر به این کشور بازداشت شده و به ایران تحویل داده شد. اقدامی که از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران به یک پیروزی بزرگ تعبیر شد. دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه. من روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. بساطی بعد نشاندن زندانی در مقابل دوربین رسانه دولتی. یادآور اقدام‌های مشابه درباره دیگر زندانیان سیاسی که از سوی آنها اعترافات اجباری نامیده شده. تعارف خدا قوت به بچه‌های اطلاعات سپاه بگیم، خیلی کارشون درست. در پی آن سیلی از تبریک مسئولان به سپاه پاسداران، از دفتر رئیس جمهوری گرفته تا رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی فعلی و پیشین. الحمدلله این دفعه دیگه انجام شد. و این واقعا یکی از ابعاد قدرت سپاه بود، قدرت اطلاعاتش. اما چرا دستگیری مؤسس یک کانال تلگرامی تا این حد برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مهم بود؟ آمد نیوز ابتدا در قالب وبسایت آغاز به کار کرد و بعد کانال تلگرامی پرخواننده‌ای شد. ترکیبی از اخبار و اطلاعات راست و دروغ که روح الله زم ادعا می‌کرد مدارک و مستنداتشان را از طریق ارتباطاتش با ایران به دست می‌آورد. و سپس اعتراض‌های دیماه 96، نقطه اوج محبوبیت آمد نیوز، وقتی که بنابر گزارش‌ها آمار بازدیدهای این کانال گاهی به بیش از 2 میلیون می‌رسید، رقمی رویایی برای بعضی از رسانه‌های داخلی. روح الله زم مهمترین اتهام علیه خود را رد کرده، از جمله افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تحریک به خشونت. میگوید خبرنگار است و کار مطبوعاتی می‌کرده. قبول دارم که برخی رویه‌های صورت گرفته در آمد نیوز اشتباه بوده و به جد پشیمانم. من جوانی کردم و در سن هیجان بودم، تحت القاعات پیش گفته بودم و فضای رسانی خارج کشور نیست فضای هیجانی است. دفاعیاتی که معلوم نیست چقدر روی رأی دادگاه تاثیرگذار باشند. متهمی که حتی پیش از آغاز روند قضایی شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های حکومتی برایش حکم صادر کرده بودند. دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی مشهور به صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی، کسی که به گفته فعالان حقوق بشر رابطه نزدیک با نهادهای امنیتی دارد و حقوق زندانیان را مکرر زیر پا گذاشته، و روند قضایی که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز ناعادلانه خوانده شده. همه نشانه هایی از احتمال پایانی متفاوت از آنچه آقای زم در آخرین جلسه دادگاه درخواست کرد، اینکه حکمی عادلانه و منصفانه برایش صادر شود. باران عباسی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه کاوه شیرزاد، فعال سیاسی از دیژون فرانسه با ماست، و همچنین ایرج مصداقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای شیرزاد، شما از نزدیک آقای زم رو میشناختید گویا، ارزیابیتون از این 6 جلسه دادگاه چیه؟ نکنه قطعا هر چیزی که روح الله زم در این دادگاه بگه درست نخواهد بود. دادگاهایی که رسانه ها نمیتونن در اون حضور داشته باشن، دادگاهایی که هیئت منصفه در اونها وجود نداره، و روح الله زم از زمانی که بازداشت شده حتی یک بار نتونسته با خانواده خودش صحبت کنه. ایشون 2 تا دختر داره در فرانسه و همسرشون در فرانسه هستن، در شرایط روحی و روانی مناسبی هم نیستن، و این دادگاه در واقع، این دادگاه‌هایی که به عنوان بیدادگاه در واقع ما می‌شناسیم، همیشه سعی کرده در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی، اون پروپاگاندای دستگاه گوبلزی جمهوری اسلامی کار کنه، و بازداشت چنین فردی رو در به یک نوعی تبدیل کنه به وسیله‌ای برای سرکوب اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی و نشون دادن قدرتی که جمهوری اسلامی به ظاهر اون رو ادعا میکنه داره. و
بنابراین این دادگاه ها هیچ کدوم هیچ صحبت هایی که به نظر من روح الله زم میکنه مثل دادگاه خیلی از فعالین سیاسی که رسانه‌ای شده دارای کوچکترین ارزشی نیست و فاقد اعتبار هست. آقای مصداقی، چه چیزی دستگیرمون شد در جریان این دادگاه ها؟ در این دادگاه دستگیر شده، دستگیر همه ما شده اینه که بخش زیادی از اون چه که آمد نیوز منتشر میکرد اخبار جعلی و یا فیک نیوزی بود که خود دستگاه های امنیتی در اختیار آمد نیوز میذاشتن. ببینید، شما در این شش جلسه دادگاه مطلقا نمیبینید اخباری رو که آمد نیوز منتشر میکرده، مبنی بر اینکه از آخرین جلسات خامنه ای با مشتبه فرزندش و آقای وحید گزارش میدادیم و میگفته از بیت من این اخبار رو گرفتم، یا کانال هایی که در اونجا داشته، یا حتی در شورای امنیت ملی، یا میدونیم بارها ایشون از حلقه نارمک یاد کردن و اینکه قرار کودتایی صورت بگیره توسط قاسم سلیمانی، طائب به همراه لاریجانی و قاسم یا قالیباف عزمخان. ولی خب ملاحظه میکنید یک کلمه راجع به این موضوعات نیست. بارها و بارها آمد نیوز گزارش داد که اخبار مربوط به هسته‌ای رو همین تیم، یعنی قاسم سلیمانی، به امریکایی‌ها میداده و امروز میدونیم میتونستن یه داستانی سر شهید قاسم سلیمانی علم کنن، ولی هیچ بحثی در این رابطه نیست. شما ملاحظه کنید میگفتن قاسم سلیمانی آمد نیوز گزارش میداده که یا آقای قالیباف سرمایه عظیمی رو به استرالیا بردن، از اون طرف میگفتن قاسم آقای قالیباف در استرالیا هستن، یا آقای مجتبی خامنه ای 56 میلیارد دلار توی پلت کرده توی نمیدونم فرودگاه پیامی. هیچ کدوم از این موارد رو شما نمیبینید که مورد به عنوان کیفرخاص مطرح شده باشه. بارها از خامنه ای به عنوان کسی که مرده، در حال مرگ، یا اینکه میر طاهر به جای او صحبت میکنه، یک مورد از اینا نیست. چرا؟ چون تمام این اخبار توسط سرویس‌های امنیتی تولید میشده، از طریق آمد نیوز منتشر میشده. با چه هدفی آقای مصداقی؟ بله؟ با چه هدفی؟ بله، هدف اونها در واقع ایجاد نوعی موج در اجتماع، موج جامعه است که به جایی هم نمیرسه، مردم رو متوهم میکنه، مردم رو خیالاتی میکنه، مردم رو در واقع از پرداختن به مسائل اصلی باز میداره و یا احتمالاً تحلیل های روانشناسی که سرویس های امنیتی پشت این گونه اشاعه، این گونه اخبار دارن و بعد بدبینی نسبت به همه چیز. شما بعد از مدتی میبینید خامنه ای زنده است، بعد از مدتی میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاده. آقای شیرزاد، شما چه فکر میکنید؟ اینکه به هر حال ادعاهایی در آمد نیوز مطرح شد در سطوح بالای سیاست در ایران که هیچ یک از اینها در این دادگاه ها مطرح نشد، علت چیه به نظرتون؟ بگم من از صحبت های آقای مصداقی راستش تعجب می کنم. ایشون آیا به خودشون رو در مقام دادستان میدونن که و اعتراض دارن که چرا چنین چیزایی مطرح نشد؟ من این رو حقیقتا متوجه نمیشم. بگم روح لازم یه فردی بود خیلی عادی، نه یک رسانه خیلی حرفه‌ای بود، نه فردی بود که نمیدونم مثل پیامبران اولوالعزم باشه، هیچ مقدس باشه، هیچ اشتباهی نداشته باشه. قطعاً خبرهای نادرست و درست رو منتشر کرد. خبرهای درستی هم اتفاقا من میخوام به آقای مصداقی یادآور بشم که ایشون خبرهای درستی هم منتشر کرد، از جمله 63 حساب بانکی لاریجانی ها رو مطرح کرد، صادق لاریجانی رو مطرح کرد، آقای تبری رو در دستگاه در واقع قوه قضایی مطرح کردن و مجموعه کارهایی کردن که مفید بودن، از جمله مثلا اصطلاحاتی که در ارتباط با آقای قاسم سلیمانی به کار بردن، واژه سردار کودک کش و بسیاری از کارها رو، به مثلا پرستوها رو مطرح کردن که درست در اومد، فیلماشون در اومد. بله، من فکر میکنم که آقای زم خبرهای نادرست و درستی رو در کنار همدیگه منتشر کردن. یک رسانه رسمی با قرارداد، با تعهد به رعایت در واقع اون چارچوب‌های رسمی نبودن و من فکر میکنم که این دادگاهی هم که برگزار شد قطعاً به خیلی از موارد درست هم اشاره نمیکنه. آقای مصداقی این حرف رو میزنن، ولی چرا به موارد درستی که مطرح شد رو اونا دست نمیذارن؟ به خاطر اینکه بقیده من اگر رو خیلی از مسائل بیان دست بذارن، اون رو باز کنن، به ضرر جمهوری اسلامیه و بنابراین جمهوری اسلامی از خیلی موارد اون یک جورایی
دست برمی‌داره و به اونها اشاره نمی‌کنه. آقای مصداقی، شما آیا خودتون رو در مقام دادستان می‌بینید؟ می‌کنم یه ادعا بسیار بسیار خنده‌داره. وقتی که من اخباری که منتشر شده، من دارم توضیح میدم، میگم این اطلاعات رو خود رژیم میداده، بعد میگم دادستان. من نمی‌فهمم اینا از ایشون معنی دادستان رو میدونن یا نه. من هم اگر همکار آقای روح‌اللهزم بودم، امروز همین حرفا رو می‌زدم. متأسفانه در همون شورای رسانه‌ها آقای شیرزاد همکار بودن با آقای روح‌اللهزم و همکاری‌های در هر صورت وجود داشته. بنابراین امروز به جای اینکه به اشتباه خودشون معترف بشن و عذر تقصیر بخوان، حالا این موارد رو مطرح میکنن. روح الله عزم قربانی شده. روح الله عزم نه جاسوس بوده، روح الله عزم نه مزدور رژیم بوده، منتها روح الله عزم در واقع وسیله شده بود و آمد نیوز بود. از نظر من به عنوان یک در واقع فاضلاب امنیتی بود که جناح‌های مختلف رژیم هم میتونستن اخبار خودشون رو در اونجا بریزن. اتفاقا موضوع صادق لاریجانی و ایشونو یادشون رفت بگن فرزندشو، این چیزی بود که احمدی نژاد اینها اون باند درست میکرد یا این منافعشون ایجاب میکرد، این رو میدادن به آمد نیوز. یعنی آمد نیوز بلنگو یه موقع میشد بلنگوی جناح احمدی نژاد. و بعد در ارتباط با موضوع 63 حساب هم دعوایی بود که بین دولت روحانی و صادق لاریجانی، برای اینکه صادق لاریجانی برادر او رو دستگیر کرده بود، این مسئله ایجاد شد برای اینکه 63 حساب رو اتفاقا وزیر اقتصاد مطرح کرد و بعد چون نمیتونستن در رسانه‌های داخلی ابتدا شروع کنن، این رو میدادن. یعنی در واقع این بازی در زمین امنیتی هاست، بازی در زمین خود باندهای مختلف رژیم هستش. حالا اگر اینو تبیین بکنیم و توضیح بدیم برای مردم که متوجه بشن و تجربه بیاندوزن و کسانی که در این زمینه‌ها فعالیت میکنن تجربه بیاندوزن، میشه در مقام دادستانی. من تصور میکنم ایشون معنای دادستان رو نمیدونن. ولی غیر از این باید اینو خدمتتون عرض کنم. ببینید در دادگاه روح الله عزم هیچ کسی از همکارای اون نیستن. یک جوان 20 ساله‌ای رو که در 20 سالگی مدعی شده میخواد موشک درست کنه باهاش جای سپاه رو بزنه، مراکز سپاه رو، این رو آوردن به عنوان متهم. درست مثل احمدی نژادی که مدعی بود یه دختر 16 ساله‌ای تو زیرزمین خودشون انرژی هسته‌ای درست کرده. از اون طرف شما ملاحظه میکنید تنها کسی که مطرح شده خانم هنگامه شهیدی بودن که ایشون یه خبرنگار و یه فعال سیاسی هستن که اصلا توی بازی نبودن و یا با فاصله بودن. یعنی این فقط مطرح شده، شما هیچ کسی دیگه، هیچ همپرونده‌ای و هیچ منبعی رو نمیبینید در این دادگاه. آقای شیرزاد، فکر میکنید که آقای روح الله زم قربانی بود یا اینکه آگاهانه در واقع در بازی اطلاعاتی داشت درگیر تصفیه حساب‌های جناح‌های مختلف میشد؟ بله، نگاه کنید، اولا من هیچ موقع همکاری با روح الله زم و فرد در واقع خبر آمد نیوز نداشتم به هیچ عنوان. در کارگروه رسانه‌هایی که آقای مصداقی میگن، ما یکی از مجموعه رسانه‌هایی بودیم که قرار بود در اونجا اهداف رسانه‌ای مشترکی رو در برابر پروپاگاندای جمهوری اسلامی دنبال کنیم. بنابراین این دروغه. من فکر می‌کنم که آبروی مردم، آبروی هر فردی به این راحتی نباید توسط افراد مختلف ریخته بشه و یک قضاوت نهایی در ارتباط با آقای روح الله زم باشه. من هیچ قضاوت نهایی اولا در ارتباط با ایشون نمی کنم. ایشون یک فردی بوده که پر از مشکلات. بنده خودم به خانواده، به خونه اونها رفتم، یک شبی هم اونجا با همدیگه بودیم و زندگی اونها رو دیدم. روح الله زم برخلاف این ادعاهایی که مطرح میشه، نمیدونم قرار بوده 2 میلیون بده به کسی که با موشک حمله کنه به پایگاه‌های سپاه، اینا همه دروغ محضه. روح الله زم در خانواده‌ای زندگی میکرد، در جای زندگی میکرد که نزدیک 5-6 سال در خونه‌های خیلی خیلی کوچیکی که دولت کمک میکنه به پناهندگان زندگی میکرد و بعد از یک مدتی که طی پروسه خونه بزرگتری بهش داده بودن و خونه خیلی بزرگی هم نبود، خیلی خیلی خوشحال بود. یعنی انقدر ذوق زده بود، انقدر افتخار میکرد اصلا به اینکه این خونه رو تونسته تو این پروسه بگیره. بنابراین من میخوام اینجا تاکید کنم که سوال شما رو الان جواب میدم که اینکه ایشون یک فردی بوده که از پشت نمیدونم هدایت میشده، نمیدونم فاضلاب امنیتی بوده و افرادی بهش اطلاعات میدادن، نگاه کنید به آقای روح الله زم همه طیفای مختلفی که تو جمهوری اسلامی هستن بهش اطلاعات میدادن. آقای مصداقی درست میگه، ولی آقای مصداقی من فکر نمی کنم بتونه پاسخ بده که اطلاعاتی که روح الله زم در ارتباط با
تائب منتشر کرد که سازمان در واقع اطلاعات سپاه هست و ارتباطش رو با مجتبی خامنه ای این همه افشا کرد، اون کدوم بخش امنیتی هستش آقای مصداقی که میتونه در این سطح بالا به اصطلاح بخواد آقای تائب و مجتبی خامنه ای رو خراب کنه؟ نگاه کنید، روح الله زم از تمام طیف های حکومتی از جمله اصلاح طلبان، بخش های امنیتی، بخش های مختلف امنیتی اطلاعات میگرفتن منتشر میکرد. نگاه کنید، روح الله زم نه قربانی بوده، روح الله زم یک فرد معمولی بوده با یک سری استعدادها، پر از اشتباهات بوده، تفکرات اشتباه هم زیاد داشته، بعضی از اخبارها رو منتشر کرد جعلی بود، بعضی از چیزهایی رو منتشر کرد که توهم آلود بود. من اینها رو اصلا نمیخوام به دفاع 100% از ایشون کنم، ولی ایشون یک فردی بود که به هر حال با اون استعدادهایی که داشت اون چارچوب‌های رسمی رسانه‌های بزرگ رو مثل بی بی سی، مثل سایر رسانه‌های دیگر رو شکن و یک ارتباطی رو با مردم برقرار کرد، گاهی زد گاهی خورد. خودش هم در واقع یک همچین اعتقادی داشت که در برابر دستگاه گوبلز جمهوری اسلامی، در برابر دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی که دروغ میگه، بزرگ نمایی میکنه، تهمت میزنه، به یک نوعی باید مثل خودش برخورد کرد. آقای مصداقی، جنبندی نهایی شما رو لطفاً بشنوید. ببینید، من تصور میکنم روح الله زم یک فرد ساده اندیشی بود، متوهم بود، خرافاتی بود. هنوزم ملاحظه میکنید، مطرح میکنه در دادگاه که یکی از مسئولین آمد نیوز با جن ازدواج کرده بوده. نظام اسلامی از همه ویژگی های او استفاده کرد و او قربانی شد و میدونیم که او رو به سادگی به عراق کشوندن توسط کسانی که در نزدیکی او بودن، آقای وفا نیکبر و خانم شیرین نجفی، هر دو از عوامل امنیتی بودند که یکی تحت عنوان به دروغ اساساً سرمایه‌ای نداشتن و اونها او رو به اونجا کشوندن. و بعد ملاحظه بکنید تمام سناریوی رژیم بعد از اینکه آقای حمید نوری دستگیر شد عملاً به هم ریخت، به خاطر همه اون افتخاراتی که داشتن، تبریکایی که میگفتن، دیگه یادشون رفت. حمید نوری در یک عملیات اتفاقاً چند وقتی این بار در استکهلم دستگیر شد. صحیح آقای مصداقی، ممنون شما. اگر اسم از کسی نرین چون نیستن اینجا که بتونن از این اتهامات دفاع بکنن. و شما ملاحظه میکنید که عملا دستگاه امنیتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، به خاطر اینکه این موضوع کشتار 67 رو در بالاترین سطح مطرح میکنه و میدونید دستگیری یک فرد در سوئد به سادگی انجام نمیگیره، در حالی که شما میتونید با یک خواسته، با یک تلفن روح الله زم از عراق به ایران بیارید. ولی میبینیم اتفاقا این باعث شده که رژیم در تمام اون سناریویی که داشته رو مجبور بشه بازبینی بکنه و میبینید یه شیر بیال و دو اشکم این وسط مونده، دادگاه روح الله زم رو دستشون مونده. سپاسگزارم، متشکرم. ایرج مصداقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، کاوه شیرزاد، فعال سیاسی. اضافه بکنم که ادعاهای مطرح شد بر برنامه فرصت پاسخگویی برای افرادی که نام برده شد ازشون در این گفتگو فراهمه در بی بی سی. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته فردی که محل استقرار و رفت آمدهای قاسم سلیمانی را به آمریکا اطلاع می‌داده به اعدام محکوم شده و حکمش به زودی اجرا می‌شود. قوه قضاییه اطلاعیه‌ای هم در این باره صادر کرده و توضیح داده که حکم این افراد ارتباطی با کشته شدن قاسم سلیمانی ندارد و او پیش از این واقعه زندانی شده بود. آقای سلیمانی بیش از 5 ماه پیش در حمله پهپادهای آمریکا در بغداد کشته شد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. هنوز همه جزئیات چگونگی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادهای آمریکایی به اتومبیل او در جاده خروجی فرودگاه بین‌المللی بغداد معلوم نیست، به خصوص اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چگونه از ورود او کمی بعد از نیمه شب در صبح آن جمعه خبر داشتند. با پرواز هواپیمای ایرباس یک شرکت هوایی خصوصی سوریه از دمشق با 2 ساعت تأخیر. حمله اینجا صورت گرفت، در اولین جاده به بغداد. حالا سخنگوی قوه قضاییه در تهران گفته فردی که اطلاعات رفت و آمد آقای سلیمانی را به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها داده در زندان است و به زودی اعدام می‌شود. فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم، که هم به سرویس موساد وصل شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی
و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. اگرچه او نمیگوید این فرد در چه دستگاهی بوده و چگونه به این اطلاعات دسترسی داشته، اگرچه تاکید دارد که دستگیری این فرد نشانه قدرت دستگاه اطلاعاتی ایران است و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده خواهند کرد. جالب این که کمی بعد سردبیر خبرگزاری میزان که وابسته به خود دستگاه قضایی است در توییتر نوشت که فرد نام برده شده هنگام کشته شدن قاسم سلیمانی در زندان بوده و عامل لو دادن او در بغداد نمیتواند باشد، چیزی که بعد خود دستگاه قضایی هم آن را تایید کرد. کشته شدن قاسم سلیمانی خیلی ها را در ایران خشمگین کرد و ایران و آمریکا را به آستانه یک جنگ تمام عیار کشاند، چیزی که خطر آن هنوز هم کاملا برطرف نشده. اما سخنان ضد و نقیض امروز شاید حاکی از فشاری است که دستگاه‌های اطلاعاتی بر روی خود احساس می‌کنند. نگران کننده این که قبلا دستگاه‌های اطلاعاتی ایران با همدستی دستگاه قضایی کشور بارها خیلی ها را به خاطر جرم هایی که مرتکب نشدند به زندان فرستادند و اعدام هم کردند. کسرانجی بی بی سی. پوریا ماهرویان همکارم اینجاست برای گفتگوی بیشتر در این باره. پوریا چه اطلاعات بیشتری داری؟ آقای موسوی مجد اطلاعات زیادی ازش نیستش، فقط در لابلای صحبت های کوتاهی که آقای غلام حسین اسماعیلی کرد میتونیم بفهمیم که احتمالاً عضو سپاه بوده، چون میگه که اطلاعاتی داشته منحصراً درباره نیروهای مسلح به ویژه سپاه قدس و میشه فهمید که جزو سپاه قدس بوده. خبرهایی که هنوز تایید نشده میگه که مدافع حرم بوده، عنوانی که سپاه برای جنگجویان یا شبه نظامیانی که میرن در عراق و سوریه میجنگن، اینا ممکنه ایرانی باشن، از افغانستان هستن، به عنوان مدافع حرم ازش نام برده و اگه این درست باشه میتونه عضو سپاه باشه، ولی اطلاعات بیشتری ازش نیست. تا حالا اسمی ازش گفته نشده بود، حتی توی بعد اینکه قاسم سلیمانی کشته شد گفته شد چند نفری مظنون هستن باید بازداشت شدن، ولی اسم آقای موسوی مجد بینشون نبود. برای قاسم سلیمانی فردی بود که خیلی ها دنبالش بودن در عراق. بله مشخصا، خب مثلا یه مستندی بی بی سی پخش کرد که یک فرمانده نظامی میگه ما از سال 2006 رصد میکردیم قاسم سلیمانی رو، حتی میگه در یک کاروان خودرو مطمئن شدیم که قاسم سلیمانی در این کاروان منتظر فرمان بودیم که حمله کنیم بزنیم اینا رو یا مثلا دستگیرشون کنیم. بعدن یه اطلاعاتی به دستمون رسید که ممکنه نباشه. به هر حال قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده ایرانی در منطقه بوده، طبیعی که دنبالش باشن. حالا این اطلاعات چه به دست از طریق نفوذی هایی که نزدیک به قاسم سلیمانی بودن به دست اطلاعات سرویس های اطلاعاتی آمریکا یا مثلا اسرائیل رسیده باشه، چه اینکه خود اسرائیل یا آمریکا مستقیما بخوان اطلاعات جمع آوری کنن، طبیعیه که قاسم سلیمانی کاملا زیر رادار آمریکا و اسرائیل بوده. من پوریا به نظر میاد که بازداشت ها به اتهام جاسوسی در این مدت اخیر، مشخصا در دو سال اخیر به نظر میاد بیشتر و بیشتر شده. علت چی میتونه باشه؟ دقیقاً همینطوره. علتش اینه که خب به هر حال رویارویی سپاه قدس و آمریکا به یک مرحله رسیده که حالا رسیده به فرمانده. خب شاخصاً فرمانده نظامی ایران رو مثلا 5 ماه پیش پهپادهای آمریکایی زدن. این نشون میده که خب این اطلاعات همینجوری به دست نیومده. یکی این اطلاعات رو داره یا از اون طرف اطلاعاتی که ایران میگیره از نیروهای آمریکایی. و خب در دو سال سه سال اخیر همینطور که گفتی اسمهای زیادی مطرحه. معمولا اسمهایی که خیلی بزرگه اینا کارشون به محاکمه یا اعدام نمیکشه، به نوعی کنار گذاشته میشه که اولش به اسم جاسوسی در میاد. مثلا چند پارسال درست 3-4 روز قبل اینکه فرمانده کل سپاه جابجا بشه، با اینکه هنوز یک سال و نیم از دورش مونده بود، علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه برکنار شد. هرچند در مراسم معارفه فرمانده کل
کل سپاه آقای نصیری تصویرش بود و با خبرگزاری فارس صحبت کردش و گفتش که نه من قرار دوباره یه شغلی تو سپاه بگیرم، ولی از اون به بعد خبری نبود. یا همین امروز اتفاقا همین آقای اسماعیلی دوباره گفتش که عیسی شریفی در واقع که قائم مقام قالیباف بودش در شهرداری، اسمش با اتهامات فساد در شهرداری مطرح بود، ولی اومدن گفتن که این هیچ ربطی به شهرداری نداره. سازمان قضایی نیروهای مسلح که کارش رسیدگی به پرونده نیروهای مسلحه داره اینو بررسی میکنه. یک سال و نیم پیش هم مطرح شد که آقای شریفی اتهامش جاسوسیه، گفته شد تایید نشد که سوئد بوده به خاطر درمان دخترش، بعد کشوندنش به ارمنستان و از اونجا آوردنش ایران و حدود 40 جلسه مثل این که اینطور گفتن جلسه دادگاه داشته برای رسیدگی به اتهاماتی که ربطی به فساد مالی شهرداری نداره و احتمالا ارتباطش با مثلا پرونده امنیتی شد. متشکرم بوریا ماهرویان. در آمریکا مراسم خاکسپاری جورج فلوید آغاز شده در شهر هیوستن تگزاس، شهری که در آن بزرگ شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا و رقیب اصلی دونالد ترامپ گفته که مرگ جورج فلوید دنیا را تغییر خواهد داد. آقای بایدن در پی دیدار خصوصی با خانواده فلوید در شهر هیوستن گفت که مرگ جورج فلوید در تاریخ آمریکا ماندگار خواهد شد. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده از مراسم یادبود جورج فلوید، گفته میشه که به گفته آقای بایدن مرگ جورج فلوید تاثیر بزرگی بر آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی خواهد داشت. در پی مرگ جورج فلوید شهرهای متعددی در آمریکا شاهد تجمع‌های اعتراضی به رفتار نژادپرستانه پلیس آمریکا برگزار شد. هادی نیلی خبرنگار ما از محل برگزاری این مراسم به ما پیوسته. هادی، الان اونجا چه خبره؟ رانا، همچنان مراسم در حال برگزاری با حضور 500 مهمان که به دعوت خانواده جورج فلوید در مراسم حاضر شدند، از دوستان و بستگانش تا مشاهیر این ایالت، چهره‌های این ایالت، مقام‌های این ایالت و همینطور بعضی چهره‌های معروف جامعه سیاه‌پوست آمریکا، از جمله فلوید میویدر که خودش هم مراسم رو هزینه‌شو تقبل کرده، بوکسور اسطوره‌ای آمریکایی که در سال‌های گذشته قهرمان بوکس بوده. قرار هست که در ساعات آینده تابوت جورج فلوید از اینجا به قبرستانی در پرلند تگزاس در حدود 1 روب رانندگی تا اینجا فاصله داره در جنوب هیوستن برده بشه با اسکورت پلیس، با تشریفاتی که معمولا مثلا برای مقام‌های سابق ایالت ما می‌بینیم برگزار میشه و در نهایت در کنار مادرش، در کنار گور مادرش به خاک سپرده میشه. کسی که جورج فلوید در آخرین دقایق عمرش میشنیدیم ما که داشت صدا میزد مادرش رو در فیلمی که پخش شد و خیلی واکنش برانگیز شد، اعتراض‌های گسترده‌ای برانگیخت از لحظاتی که دقایق طولانی که جورج فلوید زیر زانوی مأمور پلیس مینسوتا بود. هادی، 2 هفته اعتراض نه تنها در آمریکا، در بسیاری از کشورهای جهان دیدیم در اعتراض به نژادپرستی. چه تأثیر طولانی مدت و عملی میتونه داشته باشه این اعتراضات؟ خب به نظر میرسه که هم اعتراض ها و هم اطلاع رسانی در مورد این واقعه باعث شده که اجماعی که کم سابقه هست در افکار عمومی آمریکا شکل بگیره که اکثریت قابل توجه بیش از 2/3 این حادثه رو یک مورد منحصر به فرد و استثنایی تلقی نکنند، این رفتار پلیس رو یک مسئله ادامه دار تلقی بکنند، مسئله‌ای که باید بهش پرداخت و همینطور در واقع تبعیض نژادی در آمریکا بیشتر به چشم آمده و به نظر میرسه اجماع افکار عمومی شکل گرفته که چنین تبعیضی وجود داره و باید بهش پرداخت، عدالت نژادی برقرار بشه. با چنین اجماعی شاید کسانی که در پی تغییراتی هستند سرمایه سیاسی بیشتری داشته باشند، هرچند خود این تغییرات هم روشن نیست که به کدام سمت بره بیشتر افکار عمومی ازش حمایت میکنند. مثلا برخی از جمله معترضانی که در خیابان بودند و همینطور اعضای شورای شهر در مینیاپولیس، شهری که جورج فلوید در اون کشته شد، خواستار انحلال پلیس هستند، اقدامی که از دید خیلی دیگه از معترضان رادیکال به نظر میرسه و براشون ممکنه نگران کننده باشه، براشون ابهام آوره که چه خواهد شد اگر پلیس منحل بشه. در عوض خیلی از معترضان دارن حمایت میکنن از اصلاحات در پلیس، از اینکه
در واقع اقداماتی بشه که پلیس کمتر دیگه چنین تراژدی هایی رخ بده در رفتار پلیس. مثلا رئیس پلیس هیوستون، همین شهری که من درش هستم، کسی که 10 روز پیش مصاحبه ای کرد با شبکه CNN و خیلی پربیننده شد و گفت دونالد ترامپ اگه کمکی نمیتونه بکنه میتونه دهنش رو ببنده، چنین رئیس پلیسی گفته که آمریکا پلیس کمتر لازم نداره، پلیس بهتر لازم داره، باید رسیدگی بشه که پلیس رفتارش بهتر بشه، حضور ماموران سیاه‌پوست و اقلیت‌های نژادی دیگه در پلیس بیشتر بشه، پلیس‌هایی که خطا می‌کنن به رفتارشون رسیدگی بشه و تنبیه بشن، تنبیه‌های انضباطی براشون در نظر گرفته بشه و رصد بشه که اگر کسی داره رفتار خشن و رفتار تهاجمی می‌کنه براش فکری بشه یا در موقعیت قرار داده نشه که بتونه چنین تراژدی‌هایی به بار بیاره. چیزی که روشنه در سال‌های گذشته چنین مواردی بارها اتفاق افتاد، بارها شهروند سیاه‌پوست غیر مسلح در مواجهه با پلیس آمریکا کشته شد، ولی اغلب اون این ماموران پلیس حتی به محاکمه کشیده نشدن، چه برسه به اینکه محکوم بشن. متشکرم. هادی نیدی. بانک جهانی میگوید شیوع کرونا ضربه سنگینی به اقتصاد ایران و جهان زده و رشد اقتصادی در سال 2020 به پایین‌تر از -5% میرسد. وزیر اقتصاد ایران هم گفته امسال ممکن است 1/4 درآمدهای دولت محقق نشود. بهرنگ تاجرین در گزارشش نگاهی کرده به پیامدهای این رکود جهانی و تأثیرش بر کسری بودجه ایران. مرگ، کسب و کاری که حتی صاحبانش هم دوست ندارند رونقش را ببینند. ولی شیوع ویروس کرونا باعث شده سر کارکنان این شرکت تدفین و ترحیم در پایتخت مکزیک حسابی شلوغ شود. حجم کار 4 برابر شده. حتی مجبور شدیم کارگر بیشتر بگیریم. 24 ساعته داریم کار میکنیم. آنچه به کار این شرکت رونق داده روی بقیه بخش‌های اقتصاد گرد مرگ پاشیده. این پیام اصلی گزارش جدید بانک جهانی درباره چشمانداز اقتصادی دنیاست. مشخصه که اقتصاد جهان شدیدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کنه. ما انتظار داریم رشد اقتصاد جهان امسال منهای 5.2% باشه. بانک جهانی بر اساس آمارهای نهادهای دولتی ایران تخمین زده نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی -5.3% باشد. این نهاد همین 6 ماه پیش انتظار داشت این نرخ 0 باشد. اقتصاد ایران این روزها علی‌رغم نگرانی از موج دوم شیوع کرونا دارد آرام آرام جان دوباره ای می گیرد. ولی خیلی ها نگران تأثیر رکود بر خزانه دولت هستند. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران گفته درآمد دولت ممکن است 140 هزار میلیارد تومان کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه باشد. این بخش بسیار بزرگی از بودجه دولت است و با این حساب کسری بودجه بیش از 2 برابر می شود. جز این 140 هزار میلیارد تومانی که حالا باید احتمالاً قرض بگیرد، دولت از قبل هم قصد داشت که 125 هزار میلیارد تومان را با فروش اوراق بدهی تأمین کند. این یعنی درآمدهای دولت امسال تنها نیمی از هزینه هایش را پوشش می دهد. مشکلاتی که رئیس جدید مجلس میگوید دولت باید به فکر کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها باشد. بیش از 150 هزار میلیارد تومان ممکنه اینجا کسر بودجه باشه. از این چگونه راهی پیدا کنیم؟ من معتقدم که روش های وجود داره. امروز در همه صحبت ها من دقت کردم در حوزه کاهش هزینه صحبت نکردیم. یک مسیرش کاهش هزینه است، یک مسیرش اصلاح سیاست‌های مالیاتی ماست. وفاداری مردم به امام. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران چهارشنبه پیش گفت دولت تصمیم گرفته یک عادت مضر قدیمی را کنار بگذارد و به جای مجبور کردن بانک مرکزی به تامین کسری بودجه دولت، اوراق قرضه منتشر کند. ما به مردم وعده داده بودیم که از بانک مرکزی استقراض نکنیم و امسال بودجه کشور رو اداره بکنیم از طریق فروش سهام مورد نظر ما، از طریق انتشار اوراق خزانه، و امروز 10 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر شد و با استقبال بسیار خوب مواجه شد. ولی چشمانداز بازار بزرگترین فرآورده صادراتی ایران یعنی نفت خام چندان روشن نیست. فرآورده‌ای که تحریم‌ها صدور آن را هم دشوار کرده.
وضع بقیه کشورهای صادرکننده نفت هم همینطور است. علاوه بر مسئله شیوع کرونا در داخل کشور، کشورهای صادرکننده مواد خام با قیمت پایین این کالاها هم مواجهند. ما انتظار داریم قیمت نفت امسال نصف پارسال باشه. خیلی کشورها با شدیدترین شوک چند دهه اخیر روبرو هستن که از چند طرف هم داره هجوم میاره. با این شوک ها و فشارها اقتصاد ایران سال پردست اندازی پیش رو دارد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بورقان نظامی اقتصاددان از واشنگتن دی سی با ماست. آقای نظامی، مقام های ایران میگن که وضع اقتصاد ایران رو به بهبوده. وقتی که گزارش های بانک جهانی رو میبینید، چه برداشتی دارید ازش؟ کدام یک از این ادعاها رو میشه باور کرد؟ وضع اقتصاد ایران در حالت بسیار دشواریه. همونطور که در گزارشتون هم بود، یک بخش عمده مشکل برمیگرده به کسری شدید بودجه. بخش دیگه مشکل برمیگرده به وضعیت نظام بانکی ایران که تقریبا اکثر بانک های ایران حساب سرمایهشون منفی هست، یعنی ورشکسته هستند و مملو از دارایی های سمی در ترازنامه شون هستند. در چنین وضعیتی بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد سعی کردن که با یه بسته سیاستی وضعیت رو یک مقداری تحت کنترل در بیارن و همه این صحبتایی که میکنن که وضعیت رو به بهبود هست برمیگرده به این بسته سیاستیشون. این بسته سیاستی یه قسمت عمده ایش برمیگرده به این که تأمین کسری بودجه دولت این بار از طریق انتشار اوراق قرضه صورت بگیره به جای استقراض از بانک مرکزی. این رویه خوبی هست، اقتصاددانان سال هاست که این توصیه رو میکنن و تشویق میکنن که دولت این کار رو انجام بده و این بار دولت مجبور شده که این کار رو انجام بده. این قابل به قول معروف تقدیر هست، ولی مجبور شدن که این کار رو انجام بده. بسته سیاستی قسمت دیگه ای داره که مربوط میشه به تعاملات بانک مرکزی ایران با نظام بانکی، که این تعاملات دچار ظاهرسازی های بسیار اسفناکیه و مصداق واقعی زدن سرنا از سر گشاد. به طور خاص بانک مرکزی ایران اومده شروع کرده از سه ابزار استفاده کرده. یک ابزار اینه که بیاد از طریق عملیات بازار باز سطح نقدینگی رو تنظیم بکنه. ابزار دیگه استفاده از به قول معروف دالان نرخ بین بانکی هست و ابزار سوم هدف گذاری تورم. هر سه این ابزار احتیاج به یک سری پیش نیازهایی دارند که این پیش نیازها به هیچ وجه محقق نشده. به صورت خاص دو پیش نیاز اولیه اجرای این ابزارها مسئله شفافیت اطلاعاتی هست و بعد مسئله آزادی تعیین نرخ سود و نرخ بهره توسط بانک هاست. در مورد مسئله شفافیت اطلاعاتی که شما در شرایطی هستید که الان قریب به 6 ماه هست که حتی اطلاعات کلان نظام بانکی ایران منتشر نشده، دیگه چه بماند به اینکه اطلاعات روزانه، و در چنین شرایطی واقعا بقیه ابزارهای پولی که بانک مرکزی میخواد استفاده بکنه واقعا جایی محلی از اعراب دیگه به اون صورت نداره. بحث دیگه بحث به قول معروف آزادی بانک ها برای تعیین نرخ‌های بهره و نرخ‌های سودشون هستش. بانک مرکزی ایران میاد به صورت خیلی دستوری و تکلیفی بانک ها رو ملزم میکنه که دیگه به کسی سود بالاتر از 15% ندن. اون وقت از اون طرف میاد افتخار میکنه به اینکه تونسته نرخ بهره رو روی اوراق قرضه زیر 15% بیاره و اون رو نشان بهبود شرایط قلمداد میکنه، در حالی که ما همونطور که در بازار ارز میبینیم، شما نگاه بکنید به نرخ فرض کنید ارز حواله در بازار نیمایی که قسمت اصلی مبادلات تجاری ایران در این نرخ صورت میکنه، شما نگاه کنید به وضعیت بازار بورس، شما نگاه کنید به وضعیت بازار خودرو. وقتی که شما میاید
نظام بانکی رو، به جای اینکه بیاد ترازنامه ها رو تمیز بکنید، به جای اینکه بیاد تنگ تکلیف بکنید که بالاخره این ضرر انباشته رو کی باید متقبل بشه، سپرده های مردم رو گروگان میگیرید و از اون استفاده میکنید برای تامین مالی دولت، طبیعتا در حالی که میتونید بیاد به سری متغیرهای خاص نگاه کنید، ببینید که ما کنترل وضعیت رو به بهبود هست، این رویه به دلیل عدم برخورداری از اون پیش نیازهای اولیه منجر به مشکلات بسیار عمده‌ای در قسمت‌های دیگه اقتصاد خواهد شد و به خصوص بخش خصوصی رو تحت فشار قرار میده و نرخ رشد رو کاهش میده. متشکرم. برقان نظامی اقتصاددان. بازار مسکن از اردیبهشت گذشته و همزمان با بازگشت بسیاری از کسب و کارها به حالت عادی شاهد افزایش قیمت بوده. این در حالی است که شرایط برای خرید مسکن دشوارتر و قدرت خرید خانوار کمتر از گذشته شده. این افزایش قیمت نشانگر چیست؟ چه هوشمندی گزارش می‌دهد. بازار مسکن افزایش قیمت و رونق نسبی معاملات را تجربه می‌کند. به این ترتیب مسکن در کنار بازارهای خودرو، ارز و سهام محلی برای جذب نقدینگی شده. اردیبهشت به طور معمول ماه رونق در بازار مسکن است، اما طبق آمار وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه سال جاری رکورد جدیدی برای متوسط قیمت هر متر مربع مسکن به ثبت رسیده. بر اساس این آمار متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با ماه اول سال بیش از 9% و نسبت به اردیبهشت سال گذشته 36% رشد کرده. مسکن کالای پردوام است که ابزاری برای حفظ دارایی شهروندان ایرانی است. به همین دلیل شمار معاملات نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شده، اما همچنان کمتر از پارسال است. بانک مرکزی در گزارش خود برآورد کرده که شمار معاملات در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین حدود 810% افزایش پیدا کرده، اما نسبت به پارسال همین موقع بیش از 6.5% کم شده. وزیر مسکن به متقاضیان مسکن توصیه کرده که خرید نکنند تا قیمت‌ها پایین بیاید. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. رشد قیمت مسکن باعث شده خانوارهایی که توان خرید ملک ندارند، از جمله زوجهای جدید و جوان، به اجاره مسکن اقدام کنند، موضوعی که به افزایش نرخ اجاره منتهی شده. نتیجه دیگر رشد قیمت مسکن، داغ شدن بازار مسکن در حومه تهران است که قیمتها در آن از پایتخت ارزان تر است. این افزایش تقاضا البته افزایش قیمت را در پی داشته، به نحوی که به عنوان نمونه میانگین قیمت در شهر جدید پرند نسبت به پاییز پارسال تقریبا 2 برابر شده و در مناطقی مانند شهریار و برامین هم افزایش مشابهی داشته. افزایش قابل توجه قیمت در بازار مسکن مشابه اتفاقی است که در هفته‌های اخیر در بازارهایی مانند بازار خودرو، سهام و ارز رخ داده. نگاه نامطمئن به شرایط اقتصاد باعث شده بخش عمده نقدینگی در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نشود و در عوض راهی بازارهای دارایی شود. در این میان مسکن به عنوان یک کالای پردوام از معدود گزینه‌هایی است که خانوارهای ایرانی با اطمینان بیشتری وارد آن می‌شوند. شیدا هوشمندی، BBC. اما اجازه بدید که کمی از خبرها فاصله بگیریم و به دنیای موسیقی بریم که البته این روزها تحت تاثیر کرونا است. اخیراً حسین توهی خواننده رپ فارسی به همراه 2 خواننده مشهور اهل ترکیه، مصطفی چچلی و سینان آکچلی، ترانه‌ای به نام دنیا منتشر کردند که پیامی به دنیای ما، ترانه‌ای که با استقبال مقامات ترکیه از جمله وزیر بهداشت این کشور همراه. اخبار میگه خونه بشین، تفلکی کوچه نشین، یکی شب میگیره همون شیر، یکی لنگ همون یه دونه شیر، پدر مادر و یکی یکی میرن، درداشونو به یکی دیگه میدن، کوه غم کوه صبرن، مرگ عزیزاشونو یکی یکی دیدن، میدونم سخت میگذره، بیمارستانا تخت نیست کمه، درسته اهم دوریم یه مدت، ولی روزای خوب نزدیک تره، سرفه، تب،
استرس، سفره، شب، نصف قص، قبض آب، قبض برق، قبض زایمان بچه قبل مرگ. ای سنجه دلو دنیا، سینی دوشندم دور دنیا، ندیم بله زاریم سه و olmaz olmaz olsun. Bebek olduk kucağında, bize anne olmadın ya. Dedim böyle zalim dünya, olmaz artık dursun. حسین توهی از لس آنجلس در کالیفرنیا با ما. حسین خوش اومدی به این برنامه. میدونم که در این مدت در قرنطینه با هوادارانت از طریق اینستاگرام در تماس بودی. چی شد که به فکر همکاری با خواننده های اهل ترکیه افتادی و این اثر خلق شد؟ بله سلام عرض میکنم به همگی و من راستش خیلی بیشتر هدف اصلیم همدردی با دنیا بود، برای همین اسم آهنگ اصلا گذاشتیم دنیا و این یه درد مشترک در همه کشورها هست، حالا چه تو ترکیه چه تو ایران و مطمئنا خب نصفی از کشور ما هم ترک زبان هستن. گفتم فرصت مناسبیه که این همدلی و همدردی رو که برای جهان و دنیا هست و با دو زبان مختلف کار بکنیم و سه تا هدف مهم داشتم من تو این آهنگ. یکی اینکه حمایت از کسایی که میگم اخبار میگه خونه بشین، طفلکی کوچه نشین، یعنی کسایی که خونه ندارن یا کار ندارن، منظور کسی که نمیتونه برای امرار معاش زندگیش خونه بشینه و باید بره بیرون، اونا باید چی کار بکنن، و همینطور حمایت از پرستاران و کادر درمانی که قهرمانای اصلی هن و همینطور همدردی با عزیزانی که عزیزانشون از دست دادن تو این واقعه کرونا. یه بخشش هم به زبان ترکی خوندی، تجربه اجرا به ترکی داشتی قبلا؟ نه من ترکی اصلا بلد نیستم، ولی خب انقدر ترکی کنسرت داشتیم در مدت‌های طولانی خیلی آشنا هست واسه هم به گوشم، ولی خب تو یه هفته راستش فقط تمرین کردم و آخرش رو یه تیکه ترکی یعنی کورس آهنگو به زبان ترکی خوندم که فرستادم برای خود مصطفی ججلی و سینان آکچیل. خیلی براشون جالب بود و میگفت چقدر بدون اشتباه خوندی. حالا ما که ترکی متوجه میشیم، ولی به گوش ما هم به نظر میومد که خیلی خوب اجرا کردی. دوران کرونا دوران بسیار متفاوتیه، خصوصا برای هنرمندها. رو تو چه تأثیری داشت این تجربه؟ راستش خب باعث شد که یه سری کارهایی که هیچ وقت توی وقتشو نداشتیم، چون همیشه درگیر کنسرت ها بودیم یا ضبط میوزیک ویدیو در کشورهای مختلف، باعث شد که راستش برای خود من خیلی مثبت بود یه سری جاهاش. خب یه سری جاهاش هم طبیعتاً دلم یه ذره شده که برم دوباره برنامه اجرا کنم برای هوادارام در کشورهای مختلف، اون قسمتش خیلی غم انگیزه. و راستش یه چیزی حالا من در مورد داشتم میشنیدم، میگفتین که در مورد وزیر بهداشت ترکیه یه مسئله رو گفتین، دوست دارم یه چیزی رو خیلی جای خوشحالیه که مسئولین ترکیه حمایت میکنن، ولی مسئولین خود ما با اینکه میدونن این کار برای مردم هست و برای حمایت از کسایی که ضربه دیدن در کرونا هیچ وقت حمایت نکردن و از موسیقی و کسایی که همه هنرمنده نه فقط من همیشه در زیر ذره‌بین بوده که یا بازداشتشون کنن یا دستگیرشون کنن یا فیلتر بزنن روشون و مجوزیشون کنن. به نظر من از همینجا این تریبون استفاده میکنم که چیزی به نام مجوز باید برداشته بشه از یه هنر کشور تا بتونن آزادانه هنرشون رو بیان بکنن در هر زمینه و هر سبک و هر موسیقی. خیلی کوتاه اگه بگی برنامه چیه بر در آینده، فکر میکنی که بتونی کنسرت بذاری یا اینکه قصد داری مثلا کنسرت آنلاین بذاری؟ خیلی از هنرمندا در این مدت کنسرت های آنلاین گذاشتن. بله یه فستیوال داشتم من تریلر که با بزرگان موسیقی اسنوپ داگ، پیت بول، میگوس و اینا بود، مارشملو، یه ماه پیش و فکر میکنم آنلاین یه بار دیگه این کارو بکنیم، ولی دیگه منتظر میمونم که مرزها باز بشه و بتونیم دوباره فعالیتمون رو روی صحنه. میگم حسابی دلم تنگ شد و لحظه شماری میکنم که به تور و کنسرت و برنامه ها برگردیم. ولی قصد نداری که یه کنسرت سولو تنهایی آنلاین داشته باشی برای طرفدارا؟ اگه با بی بی سی بذاریم چرا که نه بذاریم. باشه پس من صحبت میکنم با سردبیران. متشکرم ازت، برات آرزوی موفقیت میکنم. حسین توهی از لس آنجلس.
برای همگی و امیدوارم که دنیا روز به روز بهتر بهتر بشه. تحمل کنید تموم میشه. مرسی. متشکرم. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.